اینترنت برای چی اختراع شد؟ اگر اینترنت وجود نداشت، زندگی ما چقدر دشوار می بود؟ در موردش فکر کنید. برای پیدا کردن بعضی از اطلاعات، همه ما عادت به جستجو در گوگل رو به دست آوردیم. در عرض چند ثانیه، صفحه نمایش اطلاعات مورد نظر رو نشون میده. شما میخواین برای یک شب فیلم با دوستان بلیط تهیه کنید و میتونید با کلیک یک دکمه بلیط ها رو رزرو کنید. قبول دارین که امروزه دیگه خیلی از آدم ها زندگی بدون شبکه های اجتماعی رو نمیتونن تصور کنن؟ همراهان چنل ساینتیا سلام. اینترنت برای چی اختراع شد؟ بله، این سوال موضوع ویدیو امروز ماست. اما ازتون میخوایم لطفاً قبل از تماشای ادامه ویدیو به چنل ما سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. چگونگی شکلگیری اینترنت. اما سوالی که برای همه افراد وجود داره اینه که اینترنت چجوری و توسط چه کسی شکل گرفت؟ اینترنت در حدود 40 سال پیش اختراع شد و یک شبکه ارتباطی نظامی بود که در کالیفرنیا ابداع و بعدش به یک شبکه گسترده فضای مجازی تبدیل شد. اختراع اینترنت به مواردی متکی بود که مهمترین اونها رو میشه ساخت یک شبکه بیسیم و اتصال شبکه های بیسیم به شبکه سیمی اسم برد. ابررایانه ها میتونستن توی میدون جنگ به ارتش ها خدمت کنند و دانشمندان این شبکه رو اینترنت نامیدند و تلاش برای انتقال داده ها مثل نوشتن نامه‌ای به زبان دیگه برای شخصی بود که ناشناس بود. تلاش برای ایجاد گروهی از شبکه ها که با همدیگه صحبت میکنند خیلی دشواره، چون گویش های اونها متفاوته و راه حل اون توسعه نوعی اسپرانتو دیجیتال بود که باعث می شد شبکه ها از یه شبکه به شبکه دیگه منتقل بشن و این اتفاق در سال 1974 افتاد. دانشمندان یک طرح پروتکل ساختند که به قوانین ارتباط برقرار کردن رایانه ها با همدیگه بستگی داشت. اونها این پروتکل رو انعطاف پذیر طراحی کردند به طوری که نمیشد از اون برای مدت زمان طولانی استفاده کرد، چون خیلی زود منسوخ میشد و در کنار همین موضوع پروتکل باید سختگیرانه می بود تا اطمینان حاصل بشه که داده ها به صورت محرمانه و مطمئن جابجا میشن. چه کسی اینترنت رو اختراع کرد؟ وقتی به داستان اختراع اینترنت مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شیم که تیمی از دانشمندان و محققان با استفاده از فنجان‌های پلاستیکی، ایستگاه رایانه‌ای رو در یکی از میزهای پیک‌نیک ایجاد کردند و اونجا بود که فهمیدند اینترنت می‌تونه به وجود بیاد. مخترع اینترنت تیم برنرز‌لی همراه با افرادی از تمام کشورهای جهانه. اونها در مکان‌های مختلفی مثل شبکه‌های رایانه‌ای دولت فرانسه و آزمایشگاه فیزیک ملی در انگلستان کار می کردند. اما مکان اصلی که بازوی تحقیق بود، آژانس تحقیقاتی و پروژه‌ای به نام آرپاست. آرپا یک هدف نظامی از ایجاد اینترنت داشت. دانشمندان آژانس کامپیوتری به اسم آرپانت ایجاد کردند که کامپیوترهای اصلی رو توی ارگانهای دولتی و دانشگاه‌ها به هم متصل می کرد. تا اینکه آرپانت به سرعت رشد کرد و در اواسط دهه 1970 به 60 کامپیوتر اتصال دهنده رسید. آرپانت چگونه کار می‌کرد؟ اواخر دهه 60 ایده‌های تئوری سابق سرهم شدند و با ساخت آرپانت شکلی سه‌بعدی به خود گرفتند. سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته شبکه آرپانت که توسط وزارت دفاع آمریکا تأسیس شده بود، از روشی برای انتقال داده‌های الکترونیکی به نام راهگزینی بسته‌های کوچک استفاده می‌کرد تا کامپیوترهایی رو که به تازگی طراحی شده بودند در یک شبکه قرار بده. آرپانت با مشکل بزرگ بودن نسبت به کامپیوترهای امروزی روبرو بود. محققان قادر به استفاده از اینترنت در ایستگاه کمبریج بودند، اما دسترسی به اینترنت دشوار بود.
ارتش‌هایی که درگیر جنگ در زیر زمین بودن نمیتونستن برای اتصال به اینترنت به روی زمین بیان و همین موضوع باعث شده بود که اتصال و استفاده از اینترنت در اون دوران برای بعضی از ارتش‌ها آرزو باشه. به نظرتون قدمت اینترنت چند ساله؟ شما در طول روز چه استفاده هایی از اینترنت دارین؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگر این ویدیو براتون جالب بود لایک کنین و با دوستانتون به اشتراک بذارین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.